با سلام، سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران زمین که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا لندن نشسته اید. همچنین به شما عزیزانی که در دیگر نقاط جهان این برنامه تفسیر خبر رو تماشا می کنید سلام می گویم. جمشید چالنگی هستم، در ساعت پیش رو همراه میهمانان برنامه پی میگیریم، بررسی خواهیم کرد مهمترین خبرهای ایران، منطقه و مهمترین خبرهای عرصه بین المللی را در ارتباط با ایران و مردم ایران. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری نظام ولایت فقیه میگوید شرایط ویژه باعث شد از زنان ایرانی کسی به کابینه او راه نیابد. آقای روحانی در این زمینه و چگونگی شرایط ویژه‌ای که مانع راه یافتن زنان به کابینه او شد توضیح روشنی نداد. همزمان علی اکبر ولایتی مشاور ولی فقیه آیت الله خامنه ای در امور بین المللی و خارجی میگوید در مورد برنامه هسته ایران این آیت الله خامنه ای است که تصمیم گیر نهایی است و نه رئیس جمهوری. دورتر از ایران در استرالیا چند هزار ایرانی که به ناچار میهن خود را ترک کردند در انتظار آن هستند که سوار بر قایق‌هایی که قایق‌های مرگ نامیده می‌شود به طور غیرقانونی به استرالیا بروند. آخرین خبر این که چندین نفر دیگر در آب‌های بین‌المللی که به سواحل استرالیا ختم می‌شود جان خود را از دست دادند. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران، منطقه و جهان را در ارتباط با ایران و مردم ایران با میهمانان امشب تفسیر خبر. در استودیو آقای ناصر محمدی روزنامه‌نگار و در واشنگتن آقای اردوان روزبه روزنامه‌نگار و مدیر وبسایت خبری رسانه خبری رادیو کوچه. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای ناصر محمدی عزیز، با همه غمی که داشتند به خاطر درگذشت خواهر گرامیشان، به احترام شما عزیزان بینندگان عزیز تفسیر خبر علارغم این غم سنگین به استودیو اومدن. ضمن تسلیت به شما آقای محمدی عزیز که مطمئنم بینندگان ما نیز در این غم با شما سهیم و شریک هستند، سپاسگزار هستیم که علارغم این درد و اندوه با من و بینندگان ما هستید. عرض ادب دارم جناب چالنگی خدمت شما بینندگان گرامی و عزیز شبکه ایران فردا، به ویژه هموطنانمون در ایران، و سپاسگزارم از لطفتون. به هر حال شرایط ما به این گونه هستش که سال هاست وقتی که کسانی را از دست میدیم حتی این بخت رو نداشته باشیم که بر خاکشون بوسه بزنیم. به هر حال از لطفتون سپاسگزارم. غم آخرتون باشه. ممنونم. آقای محمدی عزیز، در ایران آقای حسن روحانی گفته شرایط ویژه‌ای مانع شده زنان به کابینه راه نیابند. یعنی این شرایط ویژه چیست؟ مگر زنهای ایرانی باید منتظر عرض کنم خدمتتون یه شرایط مناسبی باشن تا برن در دولت؟ گویی که تاکنون زنانی که در کابینه‌های جمهوری اسلامی بودن به هر حال باز هم زنان خودی بودن. ببینید، من فکر میکنم که جناب چالنگی این یه جور ایز به گربه گم کردنه. یعنی این ایراداتی که میگیرند به طور کلی به نظر من از سوی کسانی هستش که باز هم میخواهند در واقع یه بزکی بکنند جمهوری اسلامی رو.
و بیشتر از ناحیه اصلاح طلبان مطرح می شود. این که آقای روحانی می گوید شرایط ویژه‌ای باعث شده استش که زنها به کابینه راه پیدا نکنند، همونجوری که شما در آغاز سخن اشاره فرمودید، مسئله این استش که نمی گوید این شرایط ویژه چی هست و کی به وجود آورده. دو قسمت داره بحث ایشون، یعنی اصلا این مسئله دو قسمت داره. یکی این که خب چه چیزی باعث شده است که این شرایط ویژه به وجود بیاد. تردیدی ندارد در این که 34 سال از جمهوری اسلامی شرایطی رو برای زنان فراهم کرده که از بسیاری از حقوق محروم شدند. حالا اینی که بیایم فرض بکنیم چند نفری وزیر باشند یا وکیل مجلس باشند، چیزی در اصل قضیه عوض نمیشه. اون شرایط ویژه هستش که مخصوصا خود جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. بذارین یه نکته رو عرض بکنم خدمتشون. الان میگوین که اگر فرض بکنید دو نفر، سه نفر، چهار نفر زن وزیر میشدن، لابد یه تغییری در مسائل کشور حاصل میشد. در حالی که بنده عرض میکنم نمیخواد آقای روحانی زنان رو بیارن در کابینه، زن رو بذارن زن باشد، به اندازه حقوق انسانی خودش حقوق داشته باشد، با حقوق مرد برابر باشه، اون وقت خودش استعداداشو نشون میده. یه زنی ممکنه بره از پایین ترین کار شروع کنه، مثلا کلینری بکنه تا بیاد به وزارت برسه. بحث سر این هستش که وقتی که زن از همه حقوق محروم هست، حق مسافرت و حق هزانت و حق پوشش و غیر و زالک رو نداره، حالا واقعا بیاین دو نفر رو هم بذاریم مثلا در کابینه که چه بشود؟ ما شاهد بودیم در 4 روزی که داشتن بررسی میکردن صلاحیت وزرا رو در مجلس، استعزار دارید 7-8 زن هستن در مجلس، صدایی از اینا برخواست؟ صدایی شنیدیم اساسا؟ جز من یادم هستش که زمانی که میخواستن اون لایحه معروف صیغه رو ببرن به ازدواج موقت رو در مجلس مطرح کرده بودن، یک عده‌ای از خانم‌های مجلس جلو افتاده بودن که از این لایحه حمایت می‌کرد، جز برای این مسائل. و الا نیازی نیست که ما بشینیم ببینیم که آیا ایشون در کابینه زنی رو برده است یا نه. مانند اقلیت‌ها، آیا کردی، لوری، غیره و زالک تو کابینه هست یا نه، بحث اونا بحث یه نفر دو نفر که در کابینه باشد یا نباشد نیست. بحث اینه که حقوقشون وقتی داده بشه، خودشون استعداداشون رو نشون میدن و بالا میان، الزاماً ممکنه در کابینه باشن، نباشن یا حتی رئیس جمهور بشن. مسئله این هستش که اصل داستان رو جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. اون شرایط ویژه رو آقای روحانی اشاره نمی کند که چه شرایط ویژه است، ولی ما که می دونیم شرایط ویژه است که حق و حقوق زنها رو از حقشون از بین بردن، محرومشون کردن. بذاریم فقط یه جمله کوتاه دیگه در پرانتز بگم. نمیدونم این سریال های تلویزیونی رو گاهی که شما نگاه میکنید میبینید که مثلا زنان در نقش پلیس هستن، چند تا ستاره و قبه هم اینجا دارند، و حالا اینا رو برای چی بردن؟ برای اینکه اگر یه متهمی زن بود دست مرد بهش نخوره. در این مسائل یه توجیهات اینجوریه اگر هم زنا رو به بازی میگیرن. اصل مسئله این هستش که حقوق زن رو از بین بردن. اگر بگذارن زن زن باشد به عنوان یک انسان برابر با مرد، خودش میتونه قشنگ پیشرفت بکنه. چرا که ما داشتیم دیگه، زنانی بودن مدیر بودن، دبیر بودن، رئیس دبیرستان بودن، تا سطح وزیر همه چی داشتیم و داشتم انجام میشد و استعداداشون هم نشون میدادن. به نظر من یه مقدار بیشتر در واقع چی میگن دکور است اگر چند تا زنم بخوان در این نظام بیارن در کابینه یا در مجلس، بیشتر جنبه سوری داره. همین که اشاره میکنید زنان داشتیم وزیر، وکیل، سفیر حتی داشتیم، اشتباه اگر نمیکنم قبل از انقلاب سفیر بر... خاطرم نیست، ولی وزیر داشتیم در سطح بالا بله داشتیم. خانم فرخرو پارسا که اعدام کردن و بعد خانم افخمی اینا بودن. بله ببینید، بخواید نگاه بکنین به گذشته و در کانون خانواده زنان صاحب حقوق بسیار بودن، هزانت دقیقاً تقریبا برابر مردان بود. بله دیگه، با برابر مردان قانون در مورد طلاق، یعنی به هر حال سفت و سخت بود حقوقش. حتی ما اولین قاضی زن رو داشتیم، قاضی زن، خانم شیرین عبادی. حالا بگذاریم از اینکه از منتقدین نظام گذشته، از هر کسی میتونه حق داشته و
در دوره هم از مدافعین سرسخت نظام ولایت فقیه. بله درست. به گواه گفته‌های خودش تهمت نیست. عرض کنم خدمت شما، بخواین نگاه کنین زنان ایرانی از 23 بهمن ماه تا به امروز چه حقوق اساسی خودشون از دست دادن؟ کدام یک از حقوق اساسیشون؟ اولا که حقوقی در مورد خانواده که داشتن تا حدود زیادی از بین رفت. حق پوشش، حق انتخاب، حق حضانت، حق مسافرت و از همه اینها گذشته اون چیزی که ملموس هم نیست، به عنوان رسمی در جایی نوشته نشده، این استش که به تدریج این مقامی که زن داشته در جامعه محدود شده است به خانه و یا حتی آشپزخانه خانه. بحث این استش که در تمام طول این مدت تبلیغات و برنامه‌ریزی ها به گونه ای بوده است که خود زن هم باورش بشود که موجود درجه دوم هست، انسان درجه دوم هست. واقعیت این استش که جناب چلنگی، الان زنان حق و حقوقی به اون صورتی که در کشورهای آزاد داشتند دارند و ندارند، و حتی حق و حقوقی که در اون زمان داشتند. بحث اون زمان این نبود که دو نفر رو بیارن وزیر بگذارن، نه، سطح مدیر کلی، سطح کارمندی، سطح معلمی بسیار زیاد بود. حتی در ارتش هم این اواخر خب حضور داشتن به عنوان سرباز ارتش، در پلیس، در غیره. بحث این هستش که بگذارن مساوی باشه. وقتی که مساوی باشه، زن زن باشه، نه اینکه موجود درجه دوم. او خودش استعدادش رو نشون میده. الزاما این نیستش که حتما وزیر بشه، ولی میاد خودش رو نشون میده. استاد دانشگاه داشتیم، حقوقدان داشتیم، وکیل داشتیم، قاضی داشتیم، که اساسا یکی از حقوقی که محرومشون کردن همین حق قضاوته. شما فکر میکنید مثلا اگر یک زنی بیاید برود برای ریاست جمهوری مثلا کاندیدا بشه، شورای نگهبان اصلا اینو تایید صلاحیت میکنه؟ 100% نمیکنه. برای همین هم هستش که موجوده درجه دوم شده. به اتفاق آقای محمدی به مریلند میریم، در واقع واشنگتن بزرگ، با آقای اردوان روزبه هستیم، مسئول سردبیر رسانه خبری رادیو کوچه. سلام به شما. سلام بر شما بینندگان برنامه‌تون. من در ابتدای بر صحبتم میخوام تسلیت بگم جناب آقای محمدی به خاطر فقدانی که برشون به وجود آمده، با امیدوارم در طول برنامه در خدمتتون باشم. آقای روزبه عزیز، حرف آقای روحانی، صحبت و سخنان آقای محمدی رو شنیدید. قضیه چی هست؟ این همه گفته میشه از آیت الله خمینی تا آقای حسن روحانی، زن در اسلام مقام شامخی داره، ادبیاتی که ما بینندگان ما باش آشنا هستن، اما سر به زنگا گویی که بودن چند زن از وابستگان کارگزاران حکومت ایران در کابینه راهگشای مسائل زنان نیست، اما حتی از وجود همون چند بانو هم در کابینه عرض کنم خودداری کردن. چی هست این شرایط ویژه‌ای که آقای روحانی بهش اشاره میکنه؟ آقای چلنگی، من معتقدم که به هر حال زنان ایرانی سیر قهقهه‌ای لازم حقوقی داشتن، در این که اصلا هیچ بحثی وجود نداره و شکی نیستش. ما وزرای خبره زن داشتیم در پیش از انقلاب و بس انقلاب هم نیست، گاهی اوقات این انقلاب پیش از انقلاب و بعد از انقلاب یه مقدار کار یکسویه میکنه. واقعیت اینه که در دوره‌های متمادی آدم‌هایی که باسواد بودن تحصیل کردن و شرایطش داشتن توانستن رشد بکنن. این فرصت‌ها سیر قهقرایی در ایران پیدا کرده و به زمه بنده این سیر تقریبا تا اواسط دهی هفتاد کاملا، یعنی اواخر دهی هفتاد کاملا خودشو نشون داد. اواسط تقریبا زمانی که دولت آقای خاتمی در سر کار آمد در اوجش قرار گرفت و حقوق زنان کاملا نادیده گرفته شد. ابعادی که مطرح میشه در این بس خیلی گسترده است. واقعیتش اینه که وقتی آقای روحانی اشاره میکنه به شرایط ویژه کشور، به نظر من شاید بخشش برمیگرده به ابعاد موضوع. وضعیت فقط برنمیگرده به حکومت، این یک حقیقت است که ما هممون باید بپذیریم. بخشی از اون برمیگرده به ساختار اجتماعی و یا اون اصطلاحی که به لحاظ روانشناسی بهش میگن سوشال کنترلر، یا اونهایی که در جامعه خودش کنترل داره میکنه.
خانواده های ایرانی در بسیاری از موارد متاسفانه خودشون همراهی کردن و این فرصت رو برای حاکمیت به وجود آوردن و حاکمیت هم به نظر من از این فرصت بهترین وجه استفاده کرده. تفکیک جنسیتی زنان، عدم رعایت حقوق برابر زن و مرد از دیه در دادگاه های قضایی بگیرید تا مسئله طلاق و حقوق زن در ارتباط با حقش برای طلاق و مواردی از این دست. اینکه جامعه ما جامعه مردان است که نمیشه واقعا بر سرش بحث کرد و یک حقیقتی است که پنهان هم نیست. جامعه ما جامعه مردان است. در هر جایی وقتی بسیاری از افراد وقتی شعارش رو در ارتباط با حقوق برابر هم حتی میدهن، در خیلی از موارد متاسفانه وقتی به جایی میرسد که در یک تقابل با همسرشون، با خانوادهشون و یا دخترشون قرار میگیرن، کاملا این حق زیر پا میگذارن و ازش میگذارن. نهادینه نبودن حقوق زن در بعد از انقلاب که متاسفانه من دلایل خیلی زیادی براش میدارم که از این مقاله واقعا از این بحث الان خارج هستش، یکی از بزرگترین مشکلاتیه که نمیشه ازش گذشت. اما اجازه بدید روی کردم رو به صحبت آقای روحانی و مسئله حضور وزیر زن بگم. به نظر من مسئله حضور زن و وزیر زن نوع نگاه از نظر شخص من نوع نگاه خطایی است. این که ما میگیم آقا وزیر زن چرا نیست، سوال این است که اصلا وزیر خوب باید باشه و برسیم به این مرز که بگیم وزیر خوب آیا هست در کابینه یا نیست. واقعیت اینه که وزیر زن بودن چه تعریفی داره؟ آیا زنانگی یک تعریف مشخصی برای کیفیته؟ واقعیت اینه که نیست. انسان بودن یک تعریف مناسبه. شاید من فکر میکنم بهترین حالتش این باشه که تصور بکنیم بسترهای اجتماعی فراهم نبوده و روحانی شاید به همین مسئله با ظرافت هم اشاره کرده، شرایطی که کشور داره در حال حاضر. آقای روز ببینید، این سوال از این جهت مطرح میشه، میدونم منظورتون تر سوال از طرف من نبود، منتها این نکته رو باید اشاره بکنیم. ببینید بس بر سر اینه که یک حکومتی در ایران بر سر کار اومده در پی انقلاب اسلامی، به قول شما نهادینه شدن حقوق زنان دست کم در پیش از انقلاب در بسیاری از زمینه ها نهادینه شده بود، باز به قول خود شما بعد از انقلاب این نهادینه شدن رو حمله بشد و وقتی حقوق زنان به مرور شروع شد به پایمال شدن و پس گرفتن حقوق زنان، سوال از این جهت مطرح میشه که آیا حکومت ایران به جایی رسیده که همون ایدئولوژی اولیه رو که زن جاش در عرصه اجتماع نیست، حتی تحمل زنهای خودی رو اینا رو هم دیگه نداره، یعنی داره میرسه به همون جایی که روز اول در عمل قصدشون بود حکومت، اما اجازه پیدا نکردن، امکان بهشون داده نشد. آیا به جایی رسیده که دیگه حتی تحمل همون چند بانوی خودی رو هم در حکومت نداره؟ ما داریم میریم به سمتی که زنان به مرور خونه نشین بشن. از این جهت مهم هست که بحث بر سر این وزیر خوب، بله در هر کابینه هر جای دنیا بحث بر سر اینه که یه وزیر خوب، حالا چه زن باشه چه مرد. در فرانسه اگه 5 وزیر در کابینه بانوانی بودن، 2-3 تاشون آفریقایی تبار، اون کفایت چیزشون بود، یعنی لیاقتشون بود و جاهای دیگه. اما در ایران بس بر سر اینه که آیا فرض کنیم همه وزیران آقای روحانی بسیار عالی، اما در میون اهل سنت یک وزیر شایسته پیدا نمیشد؟ میدونین در این زمینه هاست که این پرسش ها مطرح میشه. بفرمایید آقای چلنگی، من میخوام اینو اتفاقا اشاره بکنم در راستای حرف شما و تایید این موضوع. بله دقیقا صحبت اینه، ما چرا باید به این بپردازیم که چرا وزیر زن هست یا نیست؟ ما باید به این بپردازیم که چرا از اقلیت ها که حالا در ایران هستن، حتی اونهایی که به صورت رسمی پذیرفته شدن، اهل سنت، اهل کتاب، حالا ما در مورد بحث باهائیات الان بحث نمی کنیم به جهت اینکه باهائیات رو اصلا جمهوری اسلامی نمیپذیره یا مثلا بعضی از مسائل دیگه، ولی اونی که پذیرفته مثل اهل سنت، مثل زرتشتی ها، شما میبینین در یزد انتخاب یک زرتشتی به عنوان عضو شورای شهر تبدیل به یک مغلطه و یک درگیری بزرگ میشه. شما میبینید که در شورای شهر قزوین یه خانم به خاطر زیبایی نمیتونه رد صلاحیت میشه حتی بعد از انتخاب. ببین این بخشش برمیگرده واقعا اون شرط ویژه‌ای که آقای روحانی داره میگه، نظر من همینه، شرایط ویژه کشور اینه. و اجازه بدید اینجوری فکر بکنم، واقعا در حال حاضر من معتقدم اصلا وجود یک وزیر زن یا دو وزیر زن در کابینه و نبودش هیچ چیزی رو عوض نکرده. تردیدی در این نیست آقای محمدی، بس همین پرسش من تکرار میکنم، طبیعیه که بودن، مگر بودن خانم معصومه ابتکار که عملا در یک اقدام تروریستی که میلیاردها دلار سرمایه های ایران به باد رفت به خاطر اقداماتشون در دولت خاتمی،
یا همسر آقای حسین شریعت مداری بود خانم در کابینه احمدی، این حلال مشکلات نیست. بله هر حکومت مستبدی میتونه 4-5 تا زنان کشورشو بشونه در مجلس یا در کابینه عضو کنه. آقای قذافی بادیگارداش زنان بود. بس مسئله این نیست که مسئله رو حل میکنه، بس مسئله اینه که سوال اینه که آیا به مرور دیگه به جایی رسیده حکومت اسلامی دینی ایران که حتی تحمل زنان خودی رو در کابیناش نداره؟ یعنی داره ایران به سمتی میره در صورت ادامه این اوضاع قدم به قدم زنان خانه نشین خواهند شد؟ اجازه بفرمایید من ابتدا عرض سلام کنم خدمت جناب روزبه، واقعا متوجه نبودم و حواسم نبود و سپاسگزاری کنم به علت همدردیشون. حضورتون عرض کنم فرمایشی که دارن میکنن بسیار درسته، این تردیدی درش نیست که جامعه ما یه جامعه مرد سالار بوده، اصلا تردیدی در اون نداریم. ولی وقتی نگاه میکنیم از چندین دهه به قبل برمیگردیم میبینیم یواش یواش زنها میان در اجتماع. خب اگر مقایسه بکنیم زنان در، فرض کنید در عهد قاجاریه و در صدر مشروطیت و اینا که اصلا جایگاهی نداشتن تا میرسد به اون حرکت 17 دی و بعد میرسد به مسئله سال 42 که حق رأی پیدا میکنن. به هر حال آقای خمینی مخالف بود، یکی از چیزایی که مخالفت کرد 42 اصلا علمای حوزه و دین مخالف بودن که زن نباید حق رأی داشته باشه. از بعد از اون هم صاحب بسیاری از حقوق شدن، مسئله طلاق، مسئله خیلی قانون حمایت خانواده، اینا مسئله بود. این فرمایششون درسته که جامعه جامعه مرد سالاره، ولی بحث بر سر این هستش خود نظام جمهوری اسلامی اتفاقا این نقیصه را اگر وجود داشته که داره دائم اینو تقویتش کرده، دائم بر سر اون تبلیغ کرده، به جایی که وقتی نگاه میکنیم از خود مقطع انقلاب تا کنون به تدریج زنهایی که خب به هر حال شعار انقلاب این بود که همشون مساوی باشن با مردا، در انقلاب شرکت داشتن، در تظاهرات شرکت داشتن، بعد مردا مساوی تر شدن، بعد مردا به قول شما مساوی تر شدن. اما سوالی که میفرمایید دقیقا درست است، یعنی مطلبی که در بطن سوالتون هست، جمهوری اسلامی اگر هم میخواست ظرفیتی داشته باشه یا مثلا در دوران اصلاحات به هر حال شرایطی را ایجاد کرد که باز هم به قول آقای روزبه این فقط یه دکور میتونه باشه، فرقی نمیکنه که زن باشه یا مرد باشه، اصل مسئله این هستش که آزاد و برابر باشه و بعد اسلحه رو انتخاب بکنه، شایسته رو انتخاب بکنه. ولی داره میره به همون طرفی که حتی خودی ها هم تحمل نکنه، مگر در مسائل سیاسی دیگر این گونه نبوده. شما ملاحظه بفرمایید در 4 روزی که بحث میکردن بر سر صلاحیت وزرا، چیزی که مطرح نبود اصلا صلاحیت خود وزرا بود. بحث این بود که مبادا از گروه اصحاب فتنه کسی بیاد وسط، بحثشون جای دیگه است. یعنی چی؟ یعنی گروهی مانند اصلاح طلبان که اساساً به نظام معتقد هستند، باور هم دارن، خودشون هم میگوین میخواییم افسشون کنیم، حالا روششون اندکی فرق میکنه، همون ها هم الان جزو غیر خودی ها شدن. حالا زنان خودی هم عرض میکنم فقط میشود به این صورت که 7-8 تاشون الان در مجلس هستن، مواقعی که مانند همون لایحه ازدواج، تعدد ازدواج وقتی اونجا مطرح میشه میان به صحنه دوتا اظهار نظر میکنن. بله درست میفرمایید، زنان به شرایطی دارن میرسن که حتی خود نظام به صورت اینکه دکور هم باشن قبول نکنه که بیان. خب سوال من همینجا سایه محمد، یعنی این از کجا میاد؟ سوال من این هستش که از اون فرهنگی که زن رو ضعیفه تلقی میکنه، فرهنگ روحانی، بخش بزرگی از روحانیت شیعه تلقین شده به بقیه، در اسلام چه بوده چه نبوده من وارد اون نمیشم فعلا، بحثش نمیکنیم. از اونجا میاد که مرد جلو غریبه، درست، همسرشو به اسم برادر همسرش صدا میکرد یا به اسم پسر بزرگ. من یک زمانی به مناسبت یک آشنای اسپانی داشتیم، وقتی صدا کرد که مثلا عباس، من منتظر مردی بودم، بعد متوجه شدم کوچیک بودیم، پرسیدم، بعد دیدم همسرشونو، خیلی تعجب کردم، یه بانوی چادری اومد.
ببینیم از اونجا میاد دیگه. من سوال من این هستش که این نیستش که تشویق میکنه، یه چیز نهادینه است در ذات حکومت که از اول در تیررسش هدف گرفته بود، الان امروز روز رسیده داره عملش میکنه. دقیقا همینه. عرض بکنم جامعه که مرسالار بود، یعنی اون نقیصه در بطن جامعه ما وجود داشت، ما تازه داشتیم در میومدیم از این قید و اسارتی که زن رو هم مانند مرد بدانیم و حقوقش البته تأمین نشده بود به طور کامل، ولی بسیاری از جنبه های حقوق انسانیشون تأمین شده بود. ولی وقتی که آقایون روحانیون آمدن بر سر کار، خب بر اساس همون دستوراتی که تو حوزه ها، اصلا بحث اسلام نیست، ما میبینیم در کشورهای دیگر اصلا به گونه دیگر است. در کشوری مانند افغانستان اونجور در پرده، در کشور دیگری مانند الجزایر جور دیگری است. بنابراین به اسلام اصلا مربوط نیست. بس سر این استش که از همون نقیصه‌ای که در جامعه وجود داره، آقایون مذهبیون میخوان بهره برداری کامل بکنن و کردن و راه رو بر زنان همان جوری که بر اقوام بستند. در کابینه اقوام هم حضور نداره. خب من گفتم اصفهانی، اول من بچه بودم نامحرم حساب میشد، با همراه پدرم بودم در مهمانی و بعدم اصفهانی ها بر چشم بنده هستن. از قدیم هم گفتیم ما مسجد سلیمانیان، همه تهرون هم همینجوری بود، به اسم بچه بزرگتر یا برادر صدا میکردن. البته ما گفتیم مسجد سلیمان نصف جهان اگر نباشد اصفهان، حتی تا این آدم احترام قائل هستیم همیشه برای عزیزان اصفهان. فرهنگی به آقای روزبه عزیز، ببینید اینی که میفرمایید خانواده ها، همه خانواده ها نیستن، از 23 بهمن ما تا به امروز این دختران و زنان ایرانی بودن که ایستادن و هنوزم ایستادن، بسیاریشون شما قطعا میدونید و بینندگان ما که در زندان هستن، از مهدی گررو گرفته سخنور دختر ایران زمین، شبنم مددزاده، همین طور اسمم خانم نسرین ستوده و بسیاری دیگه. یک. دو، در ایران حدود بیش از 20 میلیون عشایر ما عملا مقتدرترین زنان در ایران در طول تاریخ، هنوز هم اگر از عشایر دنبال کوپن نباشن که میدونیم چه وضعیتی دارن، اقتصاد عشیره دستشون بود و و و در بسیاری چیزا دوش و دوش مردان، حتی در جنگ هایی که بوده، حالا درست یا نادرست، هم دوش مردان، تفنگ برنو در دست یا هرچی. ببینید این رو چطور توجیه میکنی؟ یعنی دو اردوگاه ظاهرا مختلفه، یه اردوگاه سنت، روحانیت حاکم شیعه تشویق کردن سنتی که حالا عقب مونده از چه چکه هست، و یک اردوگاهی که به طرف مدرنیسم و خواستار ادامه همون حقوق به دست آمده پیش از انقلاب هست. دختران امروزی کم هم نیست. اینا از کجا میان؟ اینو چه جوری بفهم؟ البته من کاملا اینو تایید میکنم و اجازه میخوام که برگردم به این سمت که همونجور که شما اشاره کردیم، ما دو تا اردوگاه تو این بحث داریم. اصلا ما نمیتونیم بگیم تمام خانواده ها، ولی ما میتونیم بگیم بخشی از این خانواده که در بعد از انقلاب به نوعی، حالا من همیشه در بحث انقلاب معتقدم که موارد مختلفی دست داره و نقش بازی میکنه. اتفاقا این که از مباحث که الان به صورت تحقیقی و جامع داریم روش کار میکنیم همینه که حتی نقش مسائل جنسی در انقلاب اسلامی ایران یکی از بحثایی است که تا روش کار نشد و ما به جد داریم این بحث کار میکنیم. از این بگیرید تا مسائل دیگه. در نهایت قضیه این هستش که همونجور که شما میفهمید، ما استوار زنانی داریم در جامعهمون که هیچ تعریفی واقعا جز توانشون و جز قدرتشون واقعا چیزی نمیشه گفت. نظیر خانم نسرین ستوده که من سالها در حوزه روزنامه نگاریم از نزدیک باشون در تماس بودم، واقعا شجاعت ایشون قابل ستودن. و دیگر دوستان از همونچون که اشاره کردین، خانم مهدی گلرو و بسیاری از دوستان دیگری که واقعا رفتن و پای حرفشون ایستادن و مبارزه کردن. آقای شرنگی و جناب آقای محمدی عزیز، من زمینی که اصلا این موارد تایید میکنم و کاملا با شما موافقم که ما بارها نه تنها در اصفهان و در لرستان که بلکه در شهر بنده و در جای دیگه هم شنیدیم که کسانی که به نام پسرشون خطاب میشدن، به نام برادر خانمشون خطاب میشدن و به امثال مختلف تا اسم مردانه داشتن. من دوستی رو میشناختم که ایشون تحصیل کرده دانشگاه بود، بسیار باسواد بود و البته در بدنه نظام هم بود، و ایشون برای همسرش اسم مردانه انتخاب کرده بود. یعنی نه تنها اسم فرزندش نبود و ایشون خیلی متجدد
زاده تر بود، یعنی به اسم مثلا مادر حسن آقا یا مثلا برای مثلا خواهر مثلا حسین آقا صدا نمیکرد، بلکه اصلا یه اسم برایشون انتخاب کرد بود و ایشون احمد آقا صدا میکرد، در حالی که ایشون همسرش یه نام خانم داشت و ایشون صدا میکرد. میخوام بگم که این یک بخشش برمیگرده به فرصت‌هایی که در بعد از انقلاب 57 وجود داره. البته اینو فراموش نکنید، ما قبل از انقلاب 57 هم همین فضایی رو داشتیم، مگر غیر از اینه که زن ناموس مرد محسوب می‌شد و این مال بعد از انقلاب نیست، این مال قبل از انقلاب است، مال دورهای مختلفی است که قشری از جامعه که عموم طبقات متوسطه به پایین بودن از نظر توانایی مالی و شرایط اجتماعی و فرهنگی، خب اینها زن ناموسشون بوده. ما حتما این جمله رو فراموش نمی‌کنیم که آدم‌ها که بر سر ناموسشون آدم کشتن چه و چه و ناموسشون نباید می‌رفته بیرون، ناموسشون فلان نمی‌کرده. پس مال قبل از انقلاب هم هست. این باز هم تاکید می‌کنم بخشش برمیگرده به ساختار فرهنگی. اما من می‌خوام یه اشاره بکنم، به نظر من این که الان اشاره میشه که الان تیر آخر داره زده میشه به حقوق زن، من این رو یک جور گذار میبینم، یعنی میخوام بگم خیلی با این موافق نیستم که نظام تمام توانشو گذاشته و الان دیگه زنها داره واقعا حقوقشون بسته میشه و تعطیل میشه این حق. اتفاقا این نشانه های جالبی است، این نشان میده که آخرین تلاش ها داره میشه و این رشد و این جوانه زدن در جامعه داره خودش رو نشون میده. من گسترده ارتباطی با دوستان و جوانان ایرانی دارم، مطالبی که می‌نویسن، حرفایی که زده میشه، از برنامه‌های شب شعر و محافلی که دور هم جمع میشن تا کوه رفتن‌ها بسیار تغییر کرده. یعنی نسبت به 20 سال گذشته تا الان می‌بینید یک فضای بسیار گسترده و بازی به وجود آمده در بین خود مردم، کاری ندارم با ساختار حکومت، در بین مردم. این خیلی مبارکه، یعنی یک پدر امروز پذیرفته که دخترش هم حق داره زندگی بکنه، حق داره بره، حق داره ورزش بکنه و امروز میبینید همینی که دخترهای جامعه ما لباسهای مدروز میپوشن و مشکلی هم دیگه ظاهرا ندارن با گشت ارشاد، یعنی اون رو هم به نوعی برای خودشون مسئله رو حل کردن و نظام و ساختار حاکمیت همونجور که نگاه کنیم میبینین نوع برخوردش نسبت به تابستانها گذشته که فصل مبارزه با بدحجابی به قول آقایون بود کاملا تغییر کرده، چون این مبارزه دیگه بی نتیجه است و اینو من بخشی از اون تلاشی میدونم در بدنه حاکمیت که احساس میکنه که این جوانه ها دیگه غیر قابل کنترل و رویده و تلاش هایی داره میشه. و بازم برمیگردم این جمله که روحانی اشاره جالبی میکنه، شرایط ویژه کشور، شاید این شرایط واقعا تا سال آینده یا سال بعدش دیگه به این ترتیب نباشه. با یعنی در واقع این حرفو، نه اینکه تیر خلاص در مسیر اون چه کتاب حال علیه زنان، حقوق زنان انجام شده میشه تعبیر کرد حرف آقای روحانی رو، حالا موفق بشه نشه، تا اینجا نشون داده شده که به هر حال زنان یک سانتی متر هم از موازی که داشتن عقب نشینی نکردن علارغم بگیر و ببندهایی که وجود داشته. همچنان درست، من به این دلیل هست. شما بفهم یه نکته رو می‌خواستم عرض بکنم، دو تا بحث متفاوته. این که زنان ما، دختران ما، زنان جوان ما واقعا دارن تلاش میکنن، فرهیخته هستن برای به دست گرفتن حقوقشون، واقعا زحمت دارن میکشن، بحث دیگریست. میبینیم در عرصه‌های مختلف، در عرصه‌های هنری، ادبی، در عرصه‌های فعالیت‌های حقوق بشری، سیاسی، اینا دارن زحمت میکشن. بحث بر سر این است که شما حکومت چه دیدی داره؟ همین اصلا بحثمون اونه، اونها دارن زحمت میکشن ولی شما میبینید که بسیارشون در زندانن. یک نفر وکیل است، آقا وکیل دعاویه، بسیاری از دختران بانوانی که اسمشون رو نمیدونیم در جاهای مختلف در زندان بسیاریشون هستن، دارن زحمت میکشن. ما منکر اونا که نمیشه شد، منکر این که جامعه پویایی خودش رو داره و بالاخره یه روزی حقوقش رو به دست میاره در این تردیدی نیست. بحث این هستش که جمهوری اسلامی و حکومت ولایت فقیه چه دیدی داره، چگونه نگاه میکنه به قضیه و آیا این آقای روحانی که میگوید شرایط ویژه، این شرایط ویژه رو زنان همون ادامه درست همون دید حکومت هست یا نیست؟ یعنی دید آقای روحانی چه تفاوتی داره با دید صادق خلخالی؟ تفاوتی نداره که، خودشون از این بابت، از بابت نگاه خودشون هم که منکرش نمیشن. همه وزرایی که هستن، خب وزرای امنیتی هم خودشون هم میگن، نه از بابت نگاه، نگاه شخص پرسش من اینه، منصفانه،
یعنی روحانیت حاکم، روحانیت شیعه که حاکم هست، بله، از آیت الله خمینی بگیرید تا آقای حسن روحانی، بله، منصفانه آیا تفاوتی در نگاهشون به زن و حقوق زن تفاوتی اساسی دیده تفاوت میشه؟ انشا اساسی رو کنار ما میذاریم، انشا ملاک نیست، میشید از امروز تا الی ابد راجع به حقوق زنان، زنان درست در اسلام مقام شامخ و والایده، از این تعارفات زیاد. در عمل شما میتونید یکی رو نشون بده که گام‌های اساسی برداشته برای باز پس گرفتن حقوق زنان، چیزی که قبل از اون من در این 34 سال چیزی رو نمیبینم. و به طور کلی اگر تفاوتی بین دیدگاه‌های افراد باشه، افراد روحانی، انقدر اندک هست که به چیزی نمیارزه که آدم بخواد بهش اشاره بکنه. اساسی یعنی به طور اساسی دیدگاهشون با یکدیگر در مورد حق زنان تفاوت چندانی نداره، همون همشون یه جور فکر میکنن و به طور کلی در یه جمله چرا آدم اصلا کج و کلش بکنه؟ زن موجود درجه دوم است و سلام و نامه تمام. وقتی که میارن، حالا من باز وارد بحثای مذهبی نمیخوام بشم، ولی وقتی که میارن باشون موافق نیستم، شما میتوانید اجازه بفرمایید الان به شما میتوانید 4 تا عقدی بگیرید و لا حد ولا تحصا بتوانید زن صیغه بکنید، چه معنایی داره؟ در هیچ کدوم از فرق اسلامی هم یه همچی چیزی نیست. خب این دیده خود همین آیت الله ها و روحانیونه و الا دید جامعه شناسانه نیست، دید اسلامی هم نیست، دید انحصارگرایانه خود آقایون روحانیت شیعه است. نمیدونم بینندگان ما شنیدن یا نه، آقای روزبه گفتم با صحبت آقای محمدی مخالف هستن. بله. علت مخالفتتون رو میشنویم و اینکه حاکمیت دینی در ایران کارگزارانش در عرصه عمل چه اقداماتی متضاد انجام دادن، یعنی یک سریشون حقوق زنان پایمال کردن، یک سری تلاش کردن حقوق زنان زنان ایرانی رو باز پس گرفتن. کجا؟ آقای جمشید عزیز، آقای چلنگی، شما فراموش نکنید ما در همین بدنه نظام و در همین روحانیت آدم‌هایی داشتیم خیلی هم مترقی بودن. من بسیاری از این افراد رو می‌شناسم و اعتقاد دارم که این که ما واقعا خیلی به قول انگلیسی‌ها جنرالایزش بکنیم و خیلی کلی بگیم روحانیتی هم چه اجازه ای نداده، من اصلا موافق نیستم. نه روحانیت اجازه بفرمایید. و من سوال بنده روز به من اجازه بفرمایید حرف بنده رو شما عوض شدن که عمدن. حرف من این نیست روحانیت، حرف من روحانیت حاکم هست، نه روحانیت حاکم. که وقتی یک حکومتی دینی هست، روحانیت حاکم، این بخش روحانیون که همه روحانیون ایران نیستن، اینایی که حکومت میکنن، این حکومت دینی، ولو این که حتی مثلا کسی خیلی هم در حرف و اینها هم خواستار حقوق زنان باشه، آیا شما به من بگید که کدوم یکی از کارگزاران صاحب نام عرض کنم که حکومت، مثلا فرض بفرمایید در مورد آیت الله منتظری، وقتی که زندانیان رو در سال دهه 60 قتل عام کردن، با اینکه مخالف بود با زندانیان اعدام شده، مجاهدین بودن، حتی مجاهدین متهم بودن که پسر ایشون رو کشتن، با این حال که میدونیم 3-4 هزار نفر رو قتل عام کردن، با این حال ایشون روی پرنسیب ایستاد، اومد گفت آقا این ظلم خلافه، اومد بیرون. حرف من اینه کدوم یکی از مقامات عالی رتبه حکومت رو، روحانی رو میشناسید که یه همچین اقدامی کرده باشه برای بازپس گرفتن حقوق زنان، یا بگی آقا سنگسار زنان کار درستی نیست، بنده به این خاطر استعفا میدم و نباید این بشه. ببینید شما در مورد وقتی میگین حاکمیت و روحانیت حاکمیت، ما انگار میخواییم در مورد یک بخش از حاکمیت صحبت کنیم. همون آیت الله منتظری که اتفاقا مد نظر من هم هستن، چون روزی در بدنه حاکمیت بودن، پس این نمیشه گفتش که الزاماً تمام روحانیان که در حاکمیت بودن با این قضیه موافق بودن. آیت الله ثانی فتاوی که داره میده در ارتباط با حقوق زنان، فتاوی بسیار تندرو و بسیار متفاوت با اون عرفی که در شیعه وجود داره. آیت الله بهشتی در بخشی نگاهش رو همین ترتیب بوده، آیت الله طالقانی به همین ترتیب بوده. ما نمیتونیم بگیم واقعا همین اتفاق افتاده، اما کلیت نظام،
کلیت نظام بیشک موافق بوده با اینکه حقوق زنان در جایی استیفا نشه و این اصلا نمیشه این کارش کرد. اما من میخوام بگم نمیتونیم به طور کلی بگیم همچین چیزی رو. الان شما فراموش نکنید ما بخشی از این آقایون رو به عنوان شاخص میشناسیم. خب بعضی از این افراد مثلا اصلا آدمای شاخصی نیستن ولی در بدنه نظام دارن کار میکنن و کاملا نوع نگاه متفاوت بزن و روحانی هستن. من بسیار از موارد صحبت کردم با دوستانی که در ایران هستن الان شاغل هستن و روحانی هستن و نوع نگاهشون کاملا متفاوته. آقای سید محمد خاتمی برخلاف همون چیزی که در میون خروجی و بروندی که ایجاد کرد که نظام سالهاشون رو عامل فتنه شر و چه حساب کرد در دوره بوده که بسیار از زنان تونستن خودشون رو بر سر زور برسونن، حالا اینکه موفق بودن یا نبودن واقعا بحث جداییه. اما واقعیت اینه که ما همه رو نمیتونیم در کنار هم دیگه ببینیم. یک مورد و من بازم دوباره برمیگردم به یک مسئله. در ساختار اجتماعی وقتی شما میپذیرید حاکمیتی رو و قبول میکنید، حاکمیت مثلا جمهوری اسلامی نیست، حاکمیت تفکر دینی است. وقتی شما جامعتون جامعه سکولار نیست، وقتی در جامعتون شما حاکمیت یک دین رو و یک باور دین رو میپذیرید، تبعاتش رو هم باید قبول بکنید. خیلی متاسفم الان میدونم که این حرف من ممکنه خیلی خوشایند نباشه، ولی دارم همیشه من به این فکر میکنم که وقتی 98% مردم به جمهوری اسلامی میگن آره با فکر موزش میکردن، این یه حقیقته. حاکمیت دینی یعنی همین. حاکمیت دینی یعنی اینکه داری یک جای به تو میگه تو دیگر نمیفهمی. ببینید شما بحثو بردید به یه جای دیگه. ببین بس مثلا این مرز کردم مثلا نمیخوام به این مرز بسن ولی واقعیت اجازه بفرمایید. واقعیت اینی که واقعیت هست بله، ولی آیا واقعیت مطلوب هست یا نیست یه بحث دیگه است. بس مثلا این نیستش که نگاه ها در مورد زن با هم متفاوته. اولا آیت الله ثانی در زمان این نگاه ها رو مطرح میکنه که در مقامی نیست، یا آیت الله بهشتی برحال هر نگاهی داشت شاید فرصت نکرد عملی کنه، یا آیت الله طالقانی که اصلا در حاکمیت نبود به اون معنی. بس بر سر نگاه نیست. من خودم میتونم 10 تا نفر دیگرم اسم ببرم که وقتی مطالبشون راجع به زنان میخونیم میبینیم عجب اگر اینطور باشه خب زنان بالاترین حقوق دارن. در عمل رو من میگم در عمل چه اقداماتی شده. و اما اینی که میفرمایند آقای روزبه که خب مردم یه روزی رفتن گفتن بله. جمهوری اسلامی بله، شاید هم نمیدونستن اکثریت چیه، مثل مصر یه روزی رفتن مبارک آوردن پایین رأی دادن اکثریت به عرض کنم خدمتون اخوان، یک سال بعد رفتن کشیدن پایین اخوانا. آیا اگر در ایران مجال و به همین دلیل شاید نمیذارن مردم جای جمع بشن حرفشون رو بزنن، ببینید اگر آیا باید قبول بکنن چون یه روزی پدرانشون رفتن رأی دادن به جمهوری اسلامی بگن اینا واقعیته باید پذیرو؟ نه، اگر واقعا گاهی که آدم انتقاد میکنه و این نقایص رو مطرح میکنه این در واقع نمیخواد تکذیب کنه آدم که بله یک روزی آمدند در همه پرسی که انجام شد 98.27% رأی دادن، رأی مثبت دادن، اصلا تردیدی در این نیست. در اون شور و حال و هیاهو و تب انقلاب رفتن رأی دادن. اما آیا واقعا میدونستن به چی دارن رأی میدن؟ درست است که این یک مسئله مثبت ممکنه باشه، ولی اگر من به چیزی که نمیدانم چیز رأی بدم خودش جای خیلی اشکال داره. حالا شاید از من بپرسید که آقا چطور یه دفعه آقای سیبا کلام که حالا ممنوعش کردن بره رادیو تلویزیون در همین بحث خدمت شما بود که من این مسئله رو مطرح کردم و ایشون گفتن نه آقا شما دارید توهین میکنید، یعنی در برنامه در صدای آمریکا در تفسیر خبر گفتن شما دارید توهین میکنید. گفتم نه، ببینید مسئله ولایت فقیه رو که رفتن رأی دادند نه تنها مردم نمیدونستن چیز، خود آقای منتظری اومد گفت آقا این اون ولایت فقیه که ما دیگه شارح و واضح ولایت فقیه، اون میگه آقا نمیگه چی ولایت فقیه نیست، آقای بهشتی میگفت این ولایت فقیه، هنوز که هنوزه بر سر ولایت فقیه دعواست، شاگردان مصباح یزدی یه چیزی میگن اون یکی یه چیزی، بنابراین ملاکی نمیشود گفت که در یک تب انقلاب 98% رفتن رأی دادن، اتفاقا بخش بزرگی از همونا سرکوب شدند و از بین رفتن، مجاهدین خلق غیره و غیره و غیره و غیره، همه اینا که رفتن رأی دادن هم سرکوب شدن. بنابراین اون ملاک حق نمیشه برای مسئله حق زنان. الان دید حکومت
به زنان این هستش که اینا رو درجه دوم محسوب کنه. زنان دارن تلاش میکنن سر جای خودش. ولی من باورم نمیشه که این روحانیون حاکم اون موقعی توانسته باشن در این 34 سال نه تنها یه قدم مثبت که شما میفرمایید مثلا در جلوگیری از این، یه قدم منفی هم بر ندارن، یعنی نرن به جهت این که حق زن رو پایمال بکنن، و کردن این رو من دارم به وضوح میبینم، مگر اینکه جناب روزبه نظر دیگری داشته. خب البته اشاره کردیم به اون چه که رأی دادن، اتفاقا خود آیت الله خمینی در اولین سخنرانیش در ایران که بهشت زهرا را انتخاب کرد به همین نکته اشاره کرد، پدران ما رأی دادن، چه حقی دارن بره. که برای ما ببینیم، اتفاقا بی مناسبت نیست، این تیکر رو میبینیم، برخواهیم گشت، ادامه میدیم با آقای اردوان روزبه در واشنگتن و آقای ناصر محمدی در استودیو. آنچه که آیت الله خمینی گفت درباره نسل‌های پیشین که حق نداشتن برای نسل کنونی انتخاب کنن چه شیوه حکومتی را، پرسش اینه که چرا این شیوه در حال حاضر حاکم نیست؟ اجازه بدن نسل جوان بیاد صندوق رای بذارن، آزادانه انتخاب کنن چه نوع حکومتی میخوان و چه خواستی داره. آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلام: این به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. خب صحبت های آیت الله خمینی رو شنیدید، امیدواریم در برنامه های آینده به مناسبت هایی بتونیم در این زمینه بیشتر گفتگو کنیم، بشکافیم، وقتمون کمه، موضوعات بسیار. آقای اردوان روزبه گرامی، یکی از موضوعات دیگه‌ای که الان مطرح شده در مورد دولت آقای روحانی، خیلی امید می‌رفت، بسیار امید بسته بودند غرب حتی که ایشون خواهد اومد و این مسائل مانده مصیبت آفرین مسئله اتمی ایران رو به هر حال حل خواهد شد. آقای خامنه‌ای هر کاری می‌خواد بکنه از طریق ایشون خواهد کرد. اما آقای علی اکبر ولایتی صراحتاً اخیراً گفتن که در مورد مسئله هسته‌ای این آیت الله خامنه ای است که تصمیم گیرند است و نه رئیس جمهوری. در آیا به همون پوشن است که میچرخه آقای روزبه عزیز؟ البته من همیشه فکر میکنم که در جمهوری اسلامی یکی از چیزهایی که ما همیشه شاهدش بودیم بیانات و اظهارات مصرف داخل و اظهارات مصرف خارج بوده، یعنی دقیقا اون رویکردهایی که گاهی اوقات در داخل کاملا متضاد بوده در خارج نوع دیگه مطرح شده. قضاوت این که واقعا بگم که اتفاقی خواهد افتاد به نظر من خیلی زوده، یعنی اینکه آیا واقعا بر اساس سیاست ها و منبعات رهبر جمهوری اسلامی قرار است دوباره کار پیش رود یا نرود، خب یه مقداری به نظرم میاد زود هنگامه که بخوایم قضاوت کنیم. حتی بر پای صحبت آقای علی اکبر ولایتی به جهتی که ایشون به هر حال مشاور رهبر ایران هستش، به طبیعیه که رهبر ایران در طول سالهای گذشته مخصوصا بعد از 88 به شدت درگیر بحران جایگاه و بحران ارزش ها و اعتباری بوده که باید میداشته و هر روز رو به کاهش گذاشته. لذا بعضی از اینا به نظر میرسه که باز هم صحبت این استش که حرف آخر را ایشان خواهد زد. اما آیا واقعا ایشان خواهد زد یا نه، به نظر من یه مقدار به زمان نیاز داریم. و نکته بعد این که شاید هم، البته این فقط یه احتماله، شاید ایشان بزنه و ایشان هم بگوید که خب بله حالا باید کنار آمد. من این دو طرف رو میبینم، یعنی این که یا ممکن است دیگرانی با قدرت بسیار زیادی دارن وارد این بازی میشوند و صحبت های ولایتی نوعی خط و نشان کشی برای اعتبار آیت الله هستش، و از طرفی هم شاید واقعا آیت الله به این نتیجه برسد که شاید برسد البته که بالاخره این فشارهایی که بر حاکمیت داره وارد میشه، حالا بحث مردم رو میذاریم به کنار، ولی فشارهایی که بر حاکمیت وارد میشه شاید در جایی مجبور باشن این توافق رو بکنن. فراموش نکنید که به صورت تخصصی جام زهر خوردن در ایران که کار حرفه‌ای است و خیلی ها تا حالا خوردن، بعیدم نیستش که ایشان هم حالا تن بده به خوردنش. خب چرا مخالفید شما با آقای روزبه؟ نه واقعا این مسئله که بارها هم عنوان میشه، در هر زمینه هم عنوان میشه، در زمان هیتلر هم اینجور بود که آقا بعضی حرفا مصرف داخلی دارد مصرف خارجی دارد. ایشون ولی زمان هیتلر نبوده آقای روزبه. بله میدونم، ولی کلا ببینیم ما که میبینیم تمام این صحبت هایی که شده سالهای سال گفتن مصرف داخلی داره، ما تغییراتش رو در خارج میبینیم، در صحنه بین المللی داریم میبینیم، فقط یه شاخشونه کشی داخلی نیست. اون موقعی هم که آقای اوباما پیغام دادن در
پیام نوروزی دو سال پیششون پیام علنی دادن که آقا بیاید صحبت بکنیم با هم. آقای خامنه‌ای دیگه اون رو برای مصرف داخلی نگفت، در مشهد وقتی سخنرانی میکرد در روز اول عید 90 مستقیما گفت آقا اگر میخواهید ما با شما صحبت بکنیم، آیا شما از منطقه بیرون رفتید؟ آیا از عراق و افغانستان بیرون رفتید؟ آیا دست از حمایت اسرائیل برداشتید تا ما بیایم یه همچین کاری بکنیم؟ اتفاقا بنده فکر میکنم آقای ولایتی اگر چنین چیزی رو گفته میخواد بگه آقا این پنبه رو از تو گوشتون درارید، که آقای روحانی و واقعیت هم همینه در سیاست‌های کلان در زمینه مسئله هسته‌ای و در زمینه مسئله سیاست خارجی و از جمله گفتگو با آمریکا، خب طبیعتاً در اختیار آقای خامنه‌ای هست. همواره هم همین بوده، چه اون موقعی که آقای احمدی نژاد شعارهای تند اون گونه میداد، چه این موقعی که آقای روحانی همون رو با ادبیات دیگر میگه. من فقط یه جمله دیگه بگم و تموم میکنم، میدونم وقتتون، میدونم فرصتتون کم هست. ببینید آقای روحانی هم چیزی تازه‌ای نگفته، گفته ما حق و حقوقمون بر سر جاشه و اتفاقا در همون جلسه آقای خامنه‌ای گفتن هنر در این که با دیگران صحبت کنید این نیست که از مواضعتون بیاد پایین، هنر این استش که جلوی انحراف رو بگیرید و دنیا رو هم قانع بکنید. خلاصش اینه که آقا ما داریم این کار انجام میدیم، حالا دنیا هر کاری میخواد بکنه بکنه. البته من میدونم اگر آقای خامنه‌ای به جایی برسد که بخواهد جام زهر بنوشد به دست آدمی مثل آقای روحانی میخوره، ولی بنده باورم نیست که به اون نقطه رسیده باشه و باورم نیست که از مسئله اتمی اینها عقب نشینی بکنه. در همین زمینه اردوان عزیز، آقای اردوان عزیز اگر سوالی دارید، سخنی دارید، وگرنه سوال پرسش دیگه من خواهش میکنم. من اشاره کلی می نستش که به برسایت نظام در یک جایی، اول از اینکه مسئله بحث هستی در ایران متاسفانه شکلش غلطه، یعنی اینکه به هر حال ایران هستی یه حق ممکنه برای ایران باشه، کمان که برای پاکستان هست، برای هندوستان هست و برای خیلی جای دیگه هستش. منتها مسئله سر اینه که این آیا تیغ تیز و زنگی مست خواهد شد، یا اینکه به هر صورت این حق به عنوان یک حق مسلم برای ایرانی ها در جای قرار میگیره که استفاده های مناسب خواهد داشت. آینده من فکر میکنم قضاوت خواهد کرد به این، اما باور من بر این هستش که سیاست ها و شرط فعلی اجازه نمیده با همین منوال همین چی بره جلو. ما باید منتظر باشیم که خبرهای تازه بشن. یعنی چی اجازه نخواهد داد به همین منوال جلو بره؟ آقای اردوان خواهش میکنم ببخشید. بله بله خواهش میکنم. برها یعنی... ببینید خیلی چیزها به مرزش رسیده آقای چلنگی است. وضعیت اقتصادی داخل، جایگاه در جوامع بین المللی، وضعیتی که الان ما داریم به لحاظ اعتبار جهانی، اینها چیزی نیستش که به همین ترتیب بتونه ادامه پیدا کنه. به هر حال تجربه تاریخی نشون میده یک جای اینها لب مرز خواهد بود و سرریز خواهد. من فکر میکنم اگر در حاکمیت جمهوری اسلامی کوچکترین تدبیری برای حفظ حاکمیت برای خود حاکمیت هم وجود داشته باشه، شاید اتفاقهایی رو در آینده بشه دید. ببینید همزمان چون این نکات جدیدی است، آقای علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته اولویت اصلی وزارت اطلاعات آسایش مردم و آرامش کشور است. خب این حرف بسیار زیبایی است. هر وزارتخونه اطلاعاتی در هر کشور، در همین انگلستان هم همیناست دیگه، هدفش هم. ولی این آسایش مردم و آرامش کشور یک در قاموس سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی چه معنایی داره و به چه قیمتی هست؟ های من معمولا اینجور تفسیر شده در جمهوری اسلامی تا به حال که ما دیده ایم در این 34 سال، اشاره که ایشون میکنه ظاهرا مثل این هستش که خب دستگاه های امنیتی برای نفع مردم و امنیت مردم دارن زحمت بیشن، قاعده هم بر همین هست که باید زحمت بکشن برای اینکه مردم امنیت داشته باشن. ولی آیا واقعا چنین عمل کرده وزارت اطلاعات یا نه؟ یا وقتی میبینیم قتل‌های زنجیره‌ای رو، میبینیم دستگیر کردن ها رو، ترورها رو اینا، این در جهت امنیت؟ البته جمهوری اسلامی میآید میگوید من فلان آدم رو که فرض کنید گرفتند و کشتند و اعدام کردند، میگه این میخواست بمب‌گذاری بکنه. ولی ما دیده ایم مثلا ستار بهشتی چه لطمه‌ای به امنیت مملکت زده است که شما بیای اینو بکشی بعد بگی. حالا حرفایشون رو
که اتفاقا آدمی است که حالا میگوین کمتر بوده است در مسائل امنیتی و غیره. بسیار خوب، حرفایشون رو خیلی راحت میشه تعبیر کرد که با همون با همون نهجی که جمهوری اسلامی از روز اول رفته جلو، باز به بهانه تأمین امنیت و ایجاد آرامش برای مردم، بنده فکر میکنم همون سرکوب ها ادامه خواهد داشت. ببینید آقای چلنگی، مسئله این هستش که من نمیدونم چرا ما تصور میکنیم که چون دولت آقای روحانی آمده بر سر کار، احیانا رفتن 50% هم به ایشون رأی دادن، رأی هم دادن، اون کسانی که رأی دادن 50% ما فکر کنیم چیزی عوض شده در جمهوری اسلامی. آخه چه چیزی از بنی صدر شما شروع کنید بگیرید بیاید تا به حال، آیا هر لحظه این حلقه تنگتر نشده؟ حالا به جایی رسیده که خود اصلاح طلبی که بخشی از حکومت، بخشی از اصولگرایان تحت فشارن. باید ما داریم صحبت چی میکنیم؟ چون مثلا آقای روحانی آمده یک کابینه ناهماهنگ، هر کسی را از یه جای سهمی داده، این سهم آقای لاریجانی، اون سهم رئیس، آدمی مثل مثلا پور محمدی رو میذارن در دادگستری و هیچ کس در مجلس اصلا صحبت نمیکنه از این مثلا. چرا فکر میکنیم چیزی عوض شده؟ نه، همون روال داره میره. من باورم نیست که چیزی از در امنیت تعویض بشه. شما راجب آقای علوی گفتید میگه ایشون کمتر در مسائل امنیتی بوده، یعنی این امتیازی شده یادآور اصغر قاتل که قاتل معروف هست دیگه، نیست؟ بله، دهه 40 خود ما بود یا بیشتر، 30 قبل از اون بوده. بله خیلی، دهه 30 ما میشه. بعدن دوستی درباره یکی شوخی میکرد، قصیده غزلی گفته بود، این حرف شما منو یاد اون انداخت که راجع به این دوستش که داشت طنزی میگفت و شوخی، مثلا اون اصغر قاتل رو شهر داد، بعد گفت اصغر ما مختصری قاتل است. مختصری قاتل بودن با خیلی قاتل بودن زیاد فرق نمیکنه، قاتله. اردوان عزیز، خبر دارید که باز گروهی از پناهجویان که عازم استرالیا بودند غرق شدند. امیدواریم روزی برسه که هیچ انسانی از هیچ کشوری به دنبال سرپناهی دور از وطن خودش نباشه، از جمله جوانان نازنین ایرانی. در این مورد که چه تعداد از جوانان ایرانی آواره شدن دور از مملکت خودشون در انتظار سوار شدن بر قایق‌های مرگ، آخرین اطلاعات و خبرهایی که شما دارین که میدونم به دقت دنبال میکنین و در تماس هستید با گروهی از افراد در اونجا، چه خبرهایی دارین؟ متاسفانه ما به طور مشخص واقعا نمیدونیم چه تعداد افراد در انتظار در صف پناهجویی هستن به طور معلوم، چون بخشی از اینها به صورت رسمی ثبت دفاتر سازمان ملل و در شهرهای مختلفی میشن، در کشورهای مثل تایلند، مالزی، اندونزی و خیلی از این کشورها، مخصوصا در مورد اینها، و خیلی هم نمیشن. یکی از روش‌هایی که چند سال مرسوم شده و پرخطرترین روش ممکن هم به نظر من میاد، همین حرکت با وسیله قایق‌هایی هستش که به سمت جزیره کریسمس میره و در اونجا این پناهجوها رو منتقل می‌کنه. در آخرین خبری که روز سه‌شنبه 29 مرداد ماه اعلام شد، در 120 مایلی این جزیره باز هم یک اتفاق افتاد و 106 نفر از پناهجویان که از جمله در اونها خب به هر حال همیشه کودک، جوان، پیر، زن و مرد هم هستن، دچار حادثه شدن که تاکنون 5 نفر از اینها کشته شدن. این خبر تازه‌ای نیستش. من با تماسی که با بسیاری از این پناهجو در مالزی داشتم و مدتی هم با اونها پیگیری میکردم مسائل رو، متاسفانه شرایط اجتماعی ایران و وضعیت اقتصادی و همچنین فشارهای سیاسی هر روز بر این مشکل دامن میزنه، به نحوی که کافیه ببینیم که سفیر استرالیا در تهران اعلام کرده که 6500 نفر از ایرانی ها با قایق و بدون روادید در طول این مدت راهی آبهای استرالیا شدن و خواستار ورود به این کشور. بله، بسیار سپاسگزار هستیم آقای اردوان روزبه عزیز و سپاسگزار هستیم جناب محمدی گرامی. به امید روزی که عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت چنان باشه که فقط به قول معروف فرزندان حاکمان صاحب لامبورگینی نشن و جوانان ایرانی آواره دشت و دریا و مرزهایی که چنین خطرناک هست. با امید اون روز، با تسلیتی دوباره به جناب محمدی از جانب شما عزیزان، من این برنامه تفسیر خبر رو تقدیم می کنم
به روح و روان مادران و خواهرانی که دور از عزیزان خودشون در ایران زمین یا هر کجای دیگه جهان از میان ما رفتن. روان همگان همه اونها شاد باد، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز. توچال، سهند و سبلان، الوند، کوزرد، کوزاگرس و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.